خانم طالبی، ظرف این مدت کوتاه این کتاب نقدهای مثبتی داشته که من خب به قسمتی از اون اشاره خواهم کرد. کارولین فرشه میگه موفقیت نیلوفر طالبی در گردآوری شعر ایرانیان پراکنده بی بدیل و هیجان انگیز است. یا برای نمونه مارتین اسپدا میگه شعر هنری جهانی است به خاطر ویراستاران و مترجمان درخشانی چون نیلوفر طالبی و نقدهای دیگری که خب همه در همین مضمون و محتوا هست. نظرتون چی هست؟ این کار به این صورت با استقبال مواجه شده؟ فقط خوشحالم که میتونم این واسطی باشم بین شعر معاصر ایران و خوانندگان جدید آمریکاییش. یه نکته دیگه درباره کارهای شما جالب هست، به خاطر تجربیاتی که در زمینه هنرهای نمایشی و بازیگری دارید دست به یه نوآوری زدید و کارهایی رو در این زمینه داشتید. تلفیق شعر و موسیقی و فیلم و هنرهای نمایشی هست. توضیح میدید که چگونه این جنبه در قسمت کارهای شما قرار میگیره و در این زمینه فعالیت میکنید؟ چون که فکر کردم که ادبیات معاصر واقعا نامرئی بوده برای چندین و چندین و چندین سال، فکر کردم که اگر با رسانه‌های مختلفی بتونیم این شعرا رو به بینندگان و شنوندگان جدیدتر برسونیم، هرچه زودتر این شعرها میتونن در ذهن آمریکایی‌ها و انگلیسی زبان‌ها خودشونو بگنجونن. برای همین بود که به علاوه بر کار ترجمه و به وجود آوردن کتاب، همزمان با این کار در این 6 سال اخیر هم فیلم‌های کوتاهی از شعرها ساختیم و هم کار تئاتری کردیم که از سنت عالی ایرانی نقالی بهره میبره و محتوای جدید، یعنی شعر جدید رو بیان میکنه، هم به انگلیسی هم به فارسی. همونطور که شما میدونین نقالی هنری هستش که خیلی وقت در ایران انجام میشه و اکثرا شعرهای شاهنامه هستن، یعنی اسطوره ها و تاریخ های مردمان ایرانی تا قرن هفتم میلادی هستن که اجرا میشن. ولی با خودم فکر کردم که چه بهتر که اینجا در آمریکا بتونیم شعرهای جدید و زیر دست شاعران معاصر به صورت نقالی و تئاتری روی صحنه بیاریم که نه تنها محتوای جدید ارائه بدیم، بلکه حتی یک سنت جدید ادبی تئاتری رو به سنت تئاتری آمریکا بیاریم. من میخوام خواهش کنم از همکارانم تا لحظاتی دیگه یکی از کارهای شما رو با عنوان برخاست ایکاروس پخش بکنیم، ولی سپاسگزار میشم پیش از اون یه توضیحی در این باره داشته باشی تا بعد بریم و اون قطعه رو پخش بکنیم. با کار چند رسانه‌ای تئاتری می‌خواستم داستان 30 ساله مهاجرت ایرانیان رو در خارج از کشور از طریق این شعرها بگم روی صحنه. با گذاشتن 14 تا از این شعرها که از 8 تا از شاعران کتاب هستش پهلوی هم، می‌خواستم بگم که چجوری در این 30 سال جامعه مهاجر ایرانی فرق کرده. به هر حال من 20 و چند سال از اون 30 سال اینجا بودم و متوجه شدم که چجوری ما فرق کردیم در مهاجرت و این داستان رو میخواستم بگم. به هر حال چند ماه دیگه سال 2009 30مین سالگرد انقلاب ایران هستش و برام مهم بود که نه تنها کتاب مجموعه این شاعران رو هم بیاره، ولی از راه تئاتری و چند رسانه‌ای برای بینندگان و شنوندگان جدید حتی این ایده ها رو بیاریم. خیلی سپاسگزارم. میریم در این لحظه گوشه هایی از یکی از کارهای شما رو ببینیم، برخاست ایکاروس، و بعد خواهیم اومد و چند پرسش دیگه دارم که حتما با شما در میون بذارم. خواهش میکنم. مرسی. It is too late to fall asleep in the arms of Parthian women. It is too late already to memorialize friendships with Greek letters, to engrave. Inscriptions are crap hole footstones, vines buried in salty sand, and generation to generation, our world farther from us. Now, having learned our defeat, we live it. It is too late, perhaps, for bygone sorrows, and perhaps a bit too early for slipping a hand over the navel of Muslim women, unholy to us.
اگر برای یاد بود دوستی با حروف یونانی نقر کردن. کتیبه ها سنگ مستراح و تاک ها مدفون در شن شور و نسل به نسل جهان ما از ما دورتر. حالا شکست من را آموخته باش آمیخته ایم و دیر است شاید برای اندوه رفته ها داشتن و شاید اندکی زود برای دست بر ناف نامحرم زنان اسلامی لغزاندن. بخش کوتاهی از برخاست ایکاروس از ساخته های خانم نیلوفر طالبی. اما خانم طالبی ظاهرا آثار نمایشی شما روی دیویدی هم در دسترس علاقمندان هست، در این باره هم توضیح میدید میتونن اینها رو تهیه کنن و به هر حال داخلشون تماشا کنن؟ بله، کار اول تئاترمون در سال 2004 بود، چهار بهار بود و اونو به صورت فیلم های کوتاه درآوردیم که روی دیویدی هستش. اسم اون دیویدی هست Midnight Approaches و خیلی از این کلیپ ها از این فیلم ها در سایت یوتیوب ما هست که هست youtube.com/translationproject. ما در این حال که با شما صحبت میکنیم وبسایت هاتون هم روی تصویر هست، translationproject.org و سایت خودتون nilofartalebi.com که میتونن با خود شما مستقیم در تماس هم باشن. مرسی. سایت پروژه ترجمه هست thetranslationproject.org. بله دقیقا روی تصویر ما هم همین رو داریم، thetranslationproject.org. اما خانم طالبی آخرین پرسش، چون فرصت چندانی نداریم، شما این کار رو انجام دادید، آثار فرهنگی معاصر ایران رو دارید به زبان انگلیسی ترجمه میکنید، چه انتظاری از جامعه ایرانی دارید؟ میتونن به شما کمک بکنن در این زمینه؟ خب به کارهاتون بستردگی و وسعت بیشتری ببخشن. حتما ما در 6 سال اخیر از بنیادهای خیلی زیاد امریکایی بهره بردیم و از چند شخص ایرانی و یک بنیاد ایرانی امریکایی هم همینطور، ولی راستش در این 6 سال اخیر بیشتر این کارها، بیشتر این مؤسسه غیر انتفاعی پروژه ترجمه کار تک شخصی من بوده که وقتی که بودجه داشتیم تونستم با دیگران همکاری بکنم و حدود 60 برنامه ارائه دادیم در 6 سال اخیر. ولی جامعه ایرانی خارج از ایران در شرایطی هستن که بتونن هزینه بذارن که بتونیم واقعا یک انستیتوتی داشته باشیم مثل انستیتوت گوته که جهانی باشه و بین المللی باشه و در کشورهای مختلف بتونیم واقعا اداره درست حسابی باز بکنیم که توش کارمندان باشه که بتونیم همکاری بکنیم و با هم این کار را جلو ببریم. با سپاس از شما خانم نیلوفر طالبی در نیویورک، براتون آرزوی موفقیت میکنم. حتما در آینده نزدیک بار شما خواهیم بود و راجع به برنامه‌ای که در سان فرانسیسکو دارید بیشتر گفتگو میکنیم. مرسی. یک دانیا تشکر از شما آقای مکری. مرسی.